أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله. السلام عليك يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، رحمة الله وبركاته. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی هما را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی بهد از کرم گدا را. عرض سلام و ادب داریم خدمت همه بینندگان عزیز. ما انشاءالله نایبی از زیاره شما در ایام ماه رجب، در آخرین لحظات سفرمان از کنار مرقد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم و یک مطلب بسیار مهمی را خدمت شما به عرض می‌رسانم که از اعمال شب مبعث هست. گرچه انشاءالله به طور مفصل اعمال شب مبعث را هم اگر خداوند توفیق داد از کنار مرقد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدمت شما به عرض می‌رسانم. فرمودند زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برترین اعمال این شب می باشد، یعنی شب 27 و شب مبعث. و بدان که ابو عبدالله محمد ابن بطوطه که یکی از دانشمندان اهل سنت است، در 600 سال پیش از این زمان، یعنی زمان تألیف کتاب مفاتیح الجنان، در سفرنامه خود معروف به رحله ابن بطوطه، در بیان و ورودش از مکه معظمه به نجف اشرف، روضه و قبر مبارک مولای من امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر نموده است و جملاتی دارد که از زبان او که با این که اهل سنت هست بگوید این شهر، یعنی شهر نجف، همه رافضی هستند و برای کرامات، برای این حرم کراماتی را بیان کردند. از جمله در شب 27 ماه رجب که نابش نزد اهل آنجا لیلت المحیا هست، یعنی شب بیداری، از مردم عراق، خراسان، شهرهای فارس و روم، افراد شل و مفلوج و زمینگیر که حدود 30-40 نفر می شوند، پس از عشاء نزد ذریح مقدس علی علیه السلام می آورند. آنگاه مردم اجتماع می کنند و به انتظار شفا یافتن و برخواستن آنان می مانند. گروهی از اجتماع کنندگان نماز می خوانند، عده‌ای ذکر می‌گویند و گروهی قرآن تلاوت می‌کنند. بعضی هم به تماشای روضه مبارکه مشغول می‌شوند. تا آنکه نصف یا دو سوم از شب بگذرد، در این هنگام تمام مبتلایان و زمینگیران که محروم از حرکت بودند از جای بر می‌خیزند، در حالی که صحیح و تندرست و نقصی در آنان نیست و می‌گویند لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. بعد در ادامه می نویسد این امری است مشهور و معروف. می گوید گرچه خودم داخل روضه نبودم در آن شب، ولی از مردمان مورد اطمینان که بر گفتارشان اعتماد داشتم شنیدم و داستانش مفصل هست. می گوید که من یک تعداد مفلوج را روز 27 دیدم که گفتم پس شما چرا هنوز مفلوج ماندید، یعنی فلج هستید. گفتن ما چون این شب را درک نکردیم و میمانیم تا سال آینده، لذاست که
ان شاء الله ما لایق زیاره همه مؤمنین، خصوصا اونهایی که مشکل و مریضی دارن، ان شاء الله خدا را به حق علی علیه السلام و به حق این مبعث بزرگوار قسم میدهیم که مشکلات همه مؤمنین و مؤمنات، خصوصا مشکلات اونهایی که التماس دعا گفتن را حل و فصل بکنند. خب خداوند انشاءالله توفیق عنایت بگرداند که همه ما در همچین ایامی کنار مرقد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا ابا الحسن رحمت الله و برکاته.